مثلا چه جوری باید میفهمید که کجا رو باید فشار بده که شیر بیاد؟ یعنی شیر بدوشه. فضولی کمک میکنه؟ که بشر به کشفهای مهمی برسه. تازه بعد از اینکه اینو فهمید دیگه به هرچی میرسید فشار میداد. بنده شاهد این بودم که خیلی تلاش میکنن که یه جورایی تلویحی وارد یه سری از شوخی هایی بشن که خب در دنیای امروز مرسوم این نوع شوخی ها، شوخی هایی که بیشتر هدف قرار میده مسائل جنسی رو و داره باعث میشه که یه مقداری مثلا خنده رو به وجود بیاره. ما در جامعهمون حداقل خیلی انتظار نداریم اینها رو ببینیم، علاقه نداریم. شاید در بین جامعه یا در بین مردم یا در حالا افراد مختلف در جامعه این شوخی ها روال باشه و معمول باشه، اما واقعیت اینه که از کسانی که ما اونها رو به عنوان آدم های شاخص میشناسیم حداقل انتظار شنیدن این نوع موارد رو نداریم. خیلی از این کلمات یا خیلی از این جملات یا خیلی از این شوخی ها میتونه برخورنده باشه و شأن و شخصیت شخص ایشون و برنامه رو زیر سوال ببره. کار تیمی مون در این حده که حتی دوستان هم به صورت یدی در ساخت و سازها مشارکت میکنن. چه استایلی هم دارن موقع کلنگ زدن، آدم کیف میکنه. مثلا اگر بنده ببینم الان اقبالی هست برای این شوخی ها یا با این حرفا، منم تلاش میکنم که یه جورایی با همین مسیر حرکت بکنم و با مردم همراه بشم. در صورتی که کسی که ادعای هنرمندی داره باید تمام تلاش رو بکنه که نه اینگونه رفتار نکنه، یعنی تلاش بکنه که بر اساس یک سری محدودیتایی که خودش برای خودش قائله رفتار بکنه و کارش رو به درستی انجام بده. که البته حالا ما این حرف رو داریم مطرح میکنیم در مورد شخصیت مدیری، ایشون آدمیه که اتفاقا تمام تلاشش این بوده که کار خودش رو درست انجام بده تو این سالها، علل خصوص که این برنامه خیلی از موقع پوز روشنفکری هم داره و این پوز روشنفکریه انقدر خیلی از موقع پررنگه که من یادم میره که اینا کمدینن. و اگر ما همچین پوزی داریم یا همچین موضعی داریم باید تمام تلاشمون رو بکنیم که حداقل از پس این ادعایی که کردیم بر بیایم، نه اینکه خودمون تلاش بکنیم یه کاری بکنیم که همه بخندن. خب میخندیم، خندیدن یه لحظه است تموم میشه، اما بعدش تبعات و عواقبی که ایجاد میکنه متعاقبش میتونه موارد بسیار پر از لطمه و مخربی برای جامعه باشه. با یه تست کوچیک میشه متوجه شد که شخص مسن پرستار لازم داره یا ازدواج. با این چکش پلاستیکی‌ها که این یه پیشنهاد خلاقانه است، با این چکش پلاستیکی‌ها که مصارف پزشکی دارن یه دونه بزنین رو زانوشون، اگه پاش پرید این پرستار میخواد، اگه چکشو گرفت گفت حالا من زن میخواد. در برنامه کمدی یک کمدین باید به عنوان یه آدم عادی بدون ادعای مشخصی بیاد مسائل و دغدغه‌های مردم رو بیان بکنه. تا حدی در این برنامه این اتفاق افتاده، اما از یه جایی به بعد به نظر من این اتفاق اصلا نیفتاده و در مسیری هم که حرکت کرده و آمده جلو حداقل این شاهده رو ایجاد کرده که یک جریان فکری دنبالش بوده. پس سعی بکنیم که این مسئله رو حتما مد نظر قرار بدیم. خیلی از مواردی که ورود میکنن اصلا حوزه‌هایی است که باید آدم‌های کارشناس، آدم‌های متخصص در موردش حرف بزنن. کار یه برنامه‌ای که سرگرمی‌سازه نیست. برنامه‌های سرگرمی‌ساز باید تمام تلاششون رو بکنن که بر اساس یک مبنای مشخص و معین و اون هم تفریح و فرح و شادمانی مردم کارشون رو انجام بدن. پس اگر که بنده بیام خیلی معین و مشخص یک نظر رو مطرح بکنم، این یعنی این که بنده موضعی رو مطرح کردم که اون موضع میتونه قابل حمله یا قابل دفاع باشه به صورت مشخص. تو هواپیما نشسته بودم، آقاه بغل دستیم به هم گفت که ببخشید من دستم نوچه، اون دکمه پرستار رو فشار میدیم.
گفتم ببخشید مهمان دارن. گفت آقا نگین، آقا مگه رستورانه که مهماندار داشته باشه؟ خنداندن شاید کار ساده ای نباشه، اما میتونه خیلی از موقع به سادگی اتفاق بیفته. خب اما اینکه من اینجا بتونم انتخاب بکنم، یعنی در موقعیت یا در موضع انتخاب باشم به عنوان یک هنرمند، هنرمندی هم که ازم انتظار میره، مثلا فرض بفرمایید که اگر که فلان شخصیت کمدی که داره کار کمدی میکنه اگر مطالعه نداشته باشه، اگر نره اون محتوای موضوع برنامه رو جدی شخم بزنه، بررسی بکنه، تعمق بکنه، تفکر بکنه، ایرادی بهش وارد نباشه. اما خیلی از شخصیت هایی که شاخصند، یعنی مؤثرند، یعنی اقبال عمومی رو با خودشون همراه دارند، همیشه ازشون تعریف و تمجید میشه، همیشه مورد توجه قرار میگیرند و محبوبیت لازم رو دارند و مقبول هم هستند، اینجا در حقیقت وظیفه اینها بسیار سنگین تره. یعنی باید تمام تلاششون رو بکنن که قرار نیست من مردم رو ساده بخندونم، باید متوجه بشم که خنداندن کار سختی است و درست خندیدن هم و خنداندن مردم هم کار دشواری است، پس باید برم کار جدی انجام بدم و سعی نکنم که به راحتی فقط بخندانم. بیشتر از این که ما تأثیر بگذاریم خودمون متأثریم، یعنی ما از یک روالی که یا اتفاقی که امروز در فضای مجازی افتاده خودمون تأثیر داریم میپذیریم، که داریم همین چیزها رو که اونجا، همین مواردی که در اون فضاها بسیار مورد نظر قرار میگیره و مورد توجه رو، ما داریم میاریم توی صدا و سیما و میشینیم و برنامه‌هایی رو تولید میکنیم بر همین محوریت که در جامعه ما داره تخته میشه و داریم نسبت بهش موضع میگیریم. و چرا داره این اتفاق میفته؟ خب باید از برنامه‌سازا پرسید دیگه، یا حداقل از کسانی که ارزیاب های این برنامه ها هستن.